خب همینجوری که میبینید اتاق من عوض شده نسبت به ویدیوهای قبلی، دفتر کار من عوض شده و یه جای دیگه ما اومدیم. بعد از این، بعد از عید این اتفاق برامون افتاد. در دولت آقای روحانی یک جایی رو به ما داده بودن، وزیر ارتباطات آقای روحانی یک جایی رو به ما داده بودن، یک ساختمان چهار طبقه ای که ما اونجا، من و مرحوم ابوالحسنی، رئیسمون آقای ابوالحسنی خدا بیامرز بود، من کار میکنم براشون سال هاست، یک امکاناتی داشتیم که در اونجا با یک عالمه جوون، با یک عالمه آدمایی که صاحب ایده بودن داشتیم کار میکردیم. همین پوسترایی که میبینید پشت سر منه، حالا میگم میکنم تا اینجاش معلوم باشه، و اینا تمام خروجی های اون شرکته، یعنی جایی که دولت، ساختمونی که دولت به ما داده بود و ما اونجا امکاناتی در اختیار یک عالمه آدم قرار میدادیم، ازشون حمایت میکردیم و پروژه هاشون رو اگر خوب بود تایید میکردیم، اونجا بودجه میدادن، نه اینکه بودجه خیلی زیاد، حداقل بودجه رو میدادن، ولی خوبیش این بود که اون کسی که ایده داره، اون کسی که تیم داره، کارش به یک سری انیمیشن میرسید، یک مجموعه میرسید. حتی اونجا امکانات هم از نظر امکانات سخت افزاری هم ما بهشون میدادیم اگر حتی کسی جا نداشت. آقای رئیسی که اومدن، وزیر ارتباطات آقای رئیسی که اومد، همه اینا رو از ما گرفتن، همه رو گرفتن. من یه فیلم نمیدونم، شاید یه روزی براتون فیلمشو بذارم، عین این صابخونه‌ای که میان یه دفعه گیر میدن، آقا دو سه روز بعد اسبابتو بریزی بیرون یه جایی رو باید پیدا کنی، بدون اینکه به ما جایی رو بدن، در صورتی که ما داشتیم کاری انجام میدادیم زیر مجموعه دولت که خروجیش برای بچه‌ها بود، برای بچه‌های مملکت بود. اون از ما گرفتن و هیچ جایی رو نداشتیم و ما اسباب اساسیه‌ای که تو 16 سال جمع کرده بودیم و الان بردیم گذاشتیم، یک حسینیه تو میدان خراسان. و اگر شما ببینید چقدر وسیله است، وسیله که تو 4 تا طبقه بود، تازه تو زیرزمینش هم پر بود، تمام استودیوهامون تعطیل شد. این از دولتی حالا حضور آقای رئیسی و وزیر ارتباطات ایشونه که بعد از 30 سال سابقه کاری که خروجی کارهای منم همه دیدین دیگه، از بابا برقی و فلان و حسن خطرناک هستن و سیاساکتی و فلان، اینا تمام کارهایی بود که تو تلویزیون پخش میشد، کارهای فرهنگساز بود و من به عنوان کسی که انیمیشن میسازم، حالا انیمیشن های خاص خودم هم میسازم، اونایی که هیچ ربطی حالا به فرهنگسازی نداره، انیمیشن های دلی خودم هم میسازم که چند تاشو همین دیدیم، مثل ماسوله، مثل سیم ششم اینا. ولی خروجی انیمیشن های من و خروجی کاری که آقای ابوالحسنی میکردن برای مردم بود، برای جوونا بود، فرهنگساز بود، جریانی بالاخره راه افتاده بود. به راحتی آقای رئیسی بعد از که رئیس جمهور شدن، وزیر ارتباطاتشون، حراست اونجا، حالا هر کسی ربط به دولت آقای رئیسی داره، به راحتی همه اینا رو از ما گرفتن، در صورتی که اونجایی که ما داشتیم کار میکردیم برای یک عالمه جوونای هنرمند همین مملکت. حالا همه اینا رو بذاریم کنار، چند وقت خاطره تعریف نکردم، خاطره با نمک از نظر خودم، حالا بعضی ها رو تعریف میکنم، خیلی از دوستان میگن که این چی بود، چرت و پرت بود، بی نمک بود، حالا اون چیزایی که به ذهن خودم میرسه تا جایی که استقبال شده. بالاخره اون خاطره که راجب اون خواننده بود که رفت بودیم خونش و اون خاطره که راجب رقصیدن بود اوایل دهه 60 که من میگفتم من کسی بودم که مثلا مسابقات رقص میرفتم و اینا خیلی استقبال شد، و البته یه سری خاطره دیگه، و خیلی ها لطف دارن همش به من میگن چرا خاطره جدید نمیذاری. خب شرایط میزونی نبود، هم شخصی برای خودم، هم اتفاقاتی که افتاد. مثلا من هفته پیش اومدم خاطره تعریف کنم و اینا، دیگه اومده بودیم تو این دفتر جدید و دیگه فاجعه آبادان اتفاق افتاد و چقدر تاثیرگذار بود، چقدر ناراحت کننده بود، اصلا دل و دماغی دیگه برای آدم نمیمون که حالا من بشینم تو این غم و غصه بیام خاطره تعریف کنم. و جالب اینه که خیلی از شما عزیزان که دارین الان این ویدیو رو میبینین، اینو میدونید که یکی از خصلت‌های مهم ما ایرانیا دخالت در کار همدیگه است، فضولی نقد کردن همدیگه است. یعنی یه دفعه با 30 سال سابقه کار که ازت دیدن تو رو میذارن کنار، به توهین میکنن. چرا؟ چون میگن که چرا مثلا برای آبادان تو یه استوری نذاشتی یا یه پست نذاشتی که تسلیت بگی، انگار ملاک سنجش آدم ها شده استوری و پست گذاشتن. حتما با توی اتفاق باحال تو پست استوری تو بذاری، حتما اگر یه اتفاق ناراحت کننده افتاد
تو باید بذاری، اگر برای آبادان استوری نذاشتی یعنی تو انگار خوشحالی، انگار خوشحالی این اتفاق افتاده و این ملاک خیلی خیلی احمقانه ای برای سنجیدن آدم ها. یا الان خانم زهرا امیر ابراهیمی جایزه گرفت تو چند بهترین بازیگر زن و یک عالم آدم، تعداد زیاده، ببین 5 تا 10 تا 20 تا 50 تا نیست، یک عالم آدم به من گیر دادن تو چرا تبریک نمیگی؟ تو مگه هنرمند نیستی؟ تو مگه سینماگر نیستی؟ تو مگه فیلم سینمایی نساختی؟ تو مگه جشنواره خارجی نرفتی؟ چرا به خانم امیر ابراهیمی تبریک نمیگی؟ از اون طرف یه عالم آدم دوباره به من گیر دادن که دوستای هنرمندت که به زهرا امیر ابراهیمی تبریک گفتن تو چرا نزدی تو دهنشون؟ چون فیلمی که امیر ابراهیمی بازی کرده توهین به مقدسات ماست، توهین به مملکت، توهین به ایران، توهین به دینمونه، در صورتی که ما هنوز اصلا این فیلمو ندیدیم. ما خوشحالیم به عنوان اینکه یک خانم ایرانی رفته یک جایزه گرفته، یک جایزه بسیار ارزشمند رو گرفته. آره من خوشحالم، ولی اگر من فیلمو ببینم، ببینم فیلمی بازی کرده که توهین شده به خیلی چیزا، ممکنه دیگه همراه و همدل نباشم باش، ممکنه گرفتن این جایزهش خوشحال نباشم. ولی چرا هنوز شما فیلمو ندیدین؟ به من گیر میدین که چرا تبریک نگفتی و چرا نرفتی بزنی تو دهن کسایی که بهش تبریک گفتن؟ و این خیلی بده و آدمو افسرده میکنه و آدمو ناراحت میکنه. تازه من توی هنرمندایی که شاخصن عددی نیستم، من یه آدمی هم که شاید تعداد بسیار کمی آدمو منو بشناسن. و جالب اینه که 3-4 روز پیش که رفته بودم جشنواره انیمیشن، جشنواره‌ای که شاید از 27-8 سال پیش خود ما جزو کسایی بودیم که اول شرکت کننده هاش بودیم، داورش بودیم، بالاخره جشنواره انیمیشن دیگه، منم کارم انیمیشن دیگه، شاید 80-90 درصد آدمایی که اونجا بودن، جوانای امروزی که اونجا بودن، اصلا ماها رو نمیشناختن. ماهایی که بالاخره یک صنعتی رو دنبال کردیم، صنعت ساخت انیمیشن کامپیوتری رو راه انداختیم 30 سال پیش، من و 20 نفر آدم دیگه، ماها رو نمیشناختن و اینا خیلی دردآوره. اگرم کسی منو میشناخت، اگرم کسی به من میگه بیا عکس بگیری با هم دیگه، چون منو تو برنامه اصل جدید دیده بودن، منو به عنوان کسی که تو اصل جدید مثلا مربیه تحویل میگرفتن، شایدم خیلی هاشون میدونستن میشناختن، ولی اصلا جلو نمیومدن بخوان حرفی بزنن. یه جمعی بودن که عوالم خودشونو داشتن، دوستای خودشونو داشتن، کارهای خودشونو داشتن و بعدم نیست، از یه جهاتی بد نیست، من مخالف این گروه نیستم، ولی حساب کن تو یه جمع انیمیشنی باشی که 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر آدم هن، من و یه عالم آدم های هم نسل من، ما رو نمیشناختن و تمام ملاک ما شده اینستاگرام و یه سری آدم ها رو میشناسیم که اصلا باور کردنی نیست و یک سری آدم ها طرفدارایی دارن که اصلا تو باور نمی کنی. ولی بسیاری از آدم هایی که توی مملکت زحمت کشیدن که من انگوش کوچیکشون هم نمیشم، هیچ کس اینا رو نمیشناسه، چون مثلا تو اینستاگرام صفحه ندارن، چون اگرم تو اینستاگرام صفحه دارن های و هوی ندارن، جنجال ندارن، تعداد فالوورهاشون کمه. اینا درد دلان بود که گفتم. حالا میخوام یه خاطره تعریف کنم که خاطره خیلی شادی هم نیست، خاطر خیلی شادی هم نیست، ربط به فضولی داره، فضولی ملت ایران داره، ملت شریف ایران که منم جز بشونم و نمیخوام بگم که الان من تافته جدا بافتم و نه، منم مثل خیلی از شماها دخالت تو خیلی چیزا میکنم، خیلی جاها ممکنه نظر بدم، خیلی جاها با دیدن یک عکس تصویر یه دفعه عوالمم به هم بریزه و بخوام نظری بدم فلان، ولی با تمام این حرفا این اخلاق ما ایرانی چیزی که دل هممون رو به درد میاره. به صفحه اینستاگرام داریم، به راحتی فحش میدیم، به راحتی تعریف میکنیم، به راحتی تصویر و فیلم میذاریم، از هر چیزی، هر چیزی. خب حالا بریم سراغ خاطره، خاطره که خنده‌دار نیست، یه خورده دردناکه ولی آموزنده است. جشنواره 31 فجر، جشنواره بین فجر، فیلم فجر که الان دیگه بین المللی هم نیست، به من زنگ زدن 2-3 روز قبل از اختتامیه، به من گفتن که برام عزیزی در اختتامیه جشنواره فجر لطفاً بیا و قرار جایزه سیمرغ بلورین جلوه های بصری یا حالا کارهای کامپیوتری که رو فیلم ها میکنن
از انیمیشن استفاده میکنن، قرار جایزه اونو تو بدی. چون تو جشنواره قبلش من فیلم تهران 1500 داشتم، بالاخره اونم اونجا جایزه گرفته بود و اینا، سال بعد از من دعوت کردن که بیام رو سن و جایزه بدم. من به اتفاق همسرم رفتیم جشنواره، مثلا جشنواره بعد از ظهر بود دیگه، پخش زنده هم نمیدونم شبکه نمایش بود یا یکی دو تا از شبکه‌های تلویزیونی هم داشت مراسم. البته دیدین که پخش زنده‌شون چه جوریه، یه دفعه قطع میشه یه دفعه فیکس میشه، فقط کافیه ببینن یه نفر داره مثلا یه صحبت اعتراضی میکنه یا یه خانومی حجاب نداره، حجاب که طعم با حجابه، حالا حجابش از نظر اینا میزون نیست، دیدین که چه جوری نشون میدن، دوربینو میذارن ته سالن، ته سالن برج میلاد و طرف کوچولو پایین مثلا یه خانم خیلی شاخص که همه ما میشناسیمش مثلا داره یه صحبت میکنه، به خاطر اینکه حالا یه تارموش بیرونه. و پس من دعوت شدم به اونجا، با همسرم رفتیم، من و همسرم. موقعی که خواستیم وارد بشیم و جامونم مشخص بود، همون ردیف های اول دوم قرار بود بشینیم، مراسم که شروع شد گمون کنم جایزه سوم چهارم بود، بعد مجری بگه که خب برام عظیمی دعوت میکنیم بیاد جایزه جلوه‌های بصری رو بده. من و خانومم که اومدیم داشتیم میومدیم تو سالن، خب خبرنگارا اونجا بودن دیگه، بیرون سالن یه عالمه خبرنگار بود، با چند تاشون هم بالاخره من آشنام، سالها گزارشایی که تهیه میکنم بالاخره مصاحبه میکنن با من یا اخباری که من دارم به اون عزیزان زنگ میزنم. یه خبرنگاری که من میشناختمش از سالها قبلا باهاش بهغه صحبت میکردم، خیلی آدم باحالی هم بود، گفتش که آقا عزیزم قبل از اینکه بدید تو سالن میشه یه مصاحبه بکنیم و اینا دیگه. گفتم باشه، گفتم طولانی نیست کنم، یه چند تا سوال دارم دیگه راجع به همین جشنواره. یه آقایی هم اونجا بود مثلا جزء حراست اونجا بودن، قرار بود من و همسرمو ببره جامونو نشون بده و بشینیم سر جام. من از خانومم گفتم اجازه خواستم، گفتم ببین ممکنه یه خورده طول بکشه، شما دیگه خسته نشو، شما برو بشین و من میام اونجا دیگه. اون آقایی که مسئول بودن به اتفاق همسر من رفتن و خانومم رفت سر جاش نشست و من حالا با خیال راحت میتونستم صحبت بکنم. موقعی که مصاحبه من انجام دادم، حالا حساب کنید تمام اینا پخش زنده تلویزیونی داره، نه اینکه حالا اون موقع دوربین رو من بوده، دوربین تلویزیون، حالا شبکه دو، شبکه نمایش، هر چیزی بالاخره چند تا دوربین داره، همینجوری که گزارش میگرفته قبل از شروع مراسم منم نشون داده که دارم مثلا محاسبه مصاحبه میکنم. من صحبتامو کردم با اون شبکه، با یکی دو تا خبرنگار دیگه صحبت کردم. موقعی که داشتم وارد میشدم، ما از انتهای سالن، یه در گنده است، اگر برج میلاد رفته باشیم سالنشو میدونید من چی میگم، از این در کنار برج، نه اون در انتهاییش که در گنده است که بیای اون جلو هم سنه دیگه. خلاصه داشتم میومدم، یک خانم بازیگر خیلی معروف، ایشون هم با من وارد شدن و ما با هم دیگه سلام علیک کردیم و آشنا بودیم، حتی قرار بود در فیلم تهران 1500 این خانم بازیگرم حضور داشته باشه که حالا به دلایلی نتونستن، ولی باهاش صحبت کرده بودم بارها، توی مراسم مختلف دیده بودیم همدیگر، صحبت کرده بودیم تو مهمونی ها، تو افطاری ها، بالاخره موقعی که هنرمندا جمع میشن یا مراسم این چنینی، خب هم میشنم و این صحبت میکنه، همه هم دیگر میشناسن، دیدیم هم دیگر تو تلویزیون، تو سینما این ور اون ور. من با این خانم بازیگر همیشه سلام علیک میکردم و اینا، بالاخره لبخند میزدیم، با هم دیگه اومدیم یک مسجدی رو با هم دیگه اومدیم تا برسیم به جاهایی که باید بشینیم. تلویزیون هم داشت نشون میداد، یعنی همون لحظه تو تلویزیون یه دفعه نشون داد، چون نشون میداد چه کسایی مثلا میان تو مراسم. من و این خانم بازیگر نشون داد که با هم دیگه اومدیم. حالا حساب کنید خانم من 10 دقیقه یک رو جلوتر رفته اونجا نشسته، موبایل خانم من زنگ میخوره، خانم هم میبینه که یکی از همکاراشه. الو سلام. اون خانمی که به دوست خانم من بود زنگ زد به خانم من، چی گفت؟ گفتش که مثلا سلام سیما جون، خوبی؟ حالت خوبه؟ چطوری؟ حالتی حال استراب داره، چطوری؟ خوبی؟ کجایی؟ خانم هم گفته مثلا چطور مگه فلان. ببخشی سیما جون، اونجایی که هستی تلویزیون جلوت روشن نیست، مثلا میتونی بزنی شبکه فلان؟ بعد خانم گفته بودش که نه الان تلویزیون هم نیست. چطور مگه الان اتفاقی مگه افتاده؟ ببخشیدا نمیخوام فضولی کنم، الان خودم هم خیلی ناراحتم دارم این حرفو میزنم، الان داره مثلا شبکه فلان
جشنواره فجر رو اختتامیه‌اش نشون میده، شروع نشده البته، داره مهمونا رو نشون میده. من یه دفعه دیدم که آقای عظیمی، والا چی بگم، من خانم گفتم چیه، خب بگو. گفت الان دیدم که با یه خانومی اومدن و دوش به دوش یه خانومی اومدن و با هم دیگه بگو بخند میکردن. والا من خیلی ناراحت شدم، نمیدونم چی بگم، اتفاقی افتاده بینتون، یه جوری که انگار مثلا من الان جدا شدم از خانومم و این خبر نداشته، حالا داره از خانومم آمار میگیره. و اینو به خانوم من گفت. حالا شما حساب کن، خانوم من اونجا نبود. حالا درسته خانوم من منو خوب میشناسه، بالاخره سالهاست داریم، بالاخره 30 سال ازدواج کردم، خانوم منو خوب میشناسه فلان فلان. حساب کن اگه تو مراسم نبود و تلویزیونم جلوش نبود، یا حالا بود و اون صحنه رو میدید، یا موقعی که این آدم زنگ میزد خانوم من خونه بود، این ور بود اون ور بود، چه حسی بهش دست میداد؟ و بالاخره این سوال تو ذهنش بود دیگه، این که رفت جشنواره با کسی قرار نبود بده، یه جوری اون خانوم صحبت کرد که انگار من الان با یه خانومی دوستم، با این بازیگر الان دوستم، نمیدونم ارتباطی دارم فلان دارم، شانه به شانه هم داریم میریم و برای اختتامی جشنواره. ببینیم ایناست که اعصاب آدم رو خرد میکنه. حالا این که داره خاطری که داره میگم مال 8-9 سال پیشه، هنوز باز اینستاگرام و فلان اینا نبود، نمیدونم شاید هم بود یا راه نیفتاده بود. الان به سادگی همه نظر میدن، به سادگی همه همدیگر رو قضاوت میکنن و اگر تو هم وارد بازیشون نشی به توهین میکنن. این چیزاست که روحی آدم خیلی به هم می‌ریزه. من هر وقت صحبت جشنواره فجر میشه، صحبت از اختتامیه جشنواره سینمایی میشه، واقعا یاد این میفتم و حالم خیلی گرفته میشه. خب این خاطره رو گفتم، با یه چیز کوچولو دیگه میخوام تمومش کنم. یه جنبشی را افتاده که اکثرا خانمای بازیگر الان اعتراض میکنن به یک بازیگر دیگه، به یک کارگردان دیگه، به یک تهیه کننده دیگه و گیر میدن دیگه و میگن که مثلا آقا تعرض کرد، آقا دست‌درازی کرد فلان، مخصوصا به آدمای خیلی مهم گیر میدن. اصلا راست و درستش کاری ندارم، اصلا من به این کاری ندارم، اصلا نمیخوام بگم که خانوما درست میگن، آقایون درست میگن، اصلا به این چیزا کار ندارم، ولی اینم جزء مسائلی که خیلی ها به من گیر دادن. تو چرا نظر نمیدی؟ چرا مثلا خانم ترانه علیستی گفت تو چرا نمیری طرفشو بگیری؟ یه سری به من گفتن تو چرا نمیری گیر بدی که چرا داری همچین حرفی میزنی؟ انگار حالا هر کسی که تو کار سینما و فلان اینا بوده همه با هم دیگه رفیقن، همه با هم دیگه دوستن و همه میتونن نظر بدن به هم دیگه. من یه رفیق دارم اسمش مجیده، آره فامیلیش رنگ برم، خیلی هم بچه بالیه، جزو 6-7 رفیقای منی که اسمش مجیده، بعد خیلی بال بود، آدم هنری نیست ولی شدیداً پیگیری میکنه صفحه و سایت ها و همه اخبار، یعنی خیلی از اخباری که قبل از اینکه بیاد بخواد توی سایتی بخوره فلان بخوره مجید به من میگه، چون میدونه حالا منم کار هنری میکنم، خیلی داغ داغ اخبار رو به من اطلاع میده و میرسونه. بعد یه عالمه هم نظر داره، یه عالمه مثلا پیشنهاد داره راجع به همه چی، راجع به فیلمنامه، راجع به ساختار سینما، راجع به هر چیز، هر چیزی که به هنر و مخصوصا سینما ربط داره. چند وقت پیش چیز میکرد اینا با من میخواد سلام مشورت کنه، زنگ زد به من چطوری برام خوبی فلان، من میخوام یه کاری بکنم، من یه تحقیقی کردم میخوام یه چیزی بنویسم و اینا بذارم مثلا تو صفم. حالا صفش هم خب خیلی طرفدار نداره، طرفدار نداره که بنده خود شغلش چجوریه که شاید خیلی فالوور نداشته باشه، مثلا در حد شاید 1000-1500 که یه بخششون شاید فامیلاشون باشن، یعنی اگرم چیزی بنویسه نه کسی میخونه نه فلان، ولی احساس مسئولیت میکرد، احساس میکرد حتما الان با حرفی بزنه و اینا. بوده خب راجبی چی بخوای بنویسی؟ گفتش که همین قضیه تومی رو من میخوام چیز کنم، راجب تومی بنویسم که این خانوما دارن اشتباه میکنن، درسته یه سریاشون دارن حق میگن ولی اینطوری نیست که تو هر جا بگی تومی تومی میتونه میگفت تومی. بعد به همه خندیدم و اینو گفت چی حرفای من مسخره است؟ گفتم نه مجیدم مثلا بگو مسخره نیست، همه حرفاش زد اینا مثلا. گفتش خب نظر تو چیه؟ به نظر تو این چیزایی که من گفتم و بذارم تو صفم و اینا تو اینو چیز میکنی مثلا انتشارش میدی فلان میکنی اینا؟ گفتم که نه نمیکنم این کارو. گفت چیه زیر سوال میری؟ گفتم نه اصلا همه اینا رو بذار کنار بابا، میتوه تو وقتی که میتو رو حساب کن من با من مشورت نکرده بودی، جنبش تومی رو راجبه صحبت کردی، خب دیوانه بهت میخندن مسخرت میکنن.
و خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. اینو گفت نه حالا من یه کلمه اشتباه کردم. گفتم که خب اصلا همین کلمه باعث میشه که یعنی بگن که تو هیچی نمیدونی، هیچ اطلاعاتی نداری و میخوای نظر بدی. تازه مجید آدم بسیار درجه یک و بسیار باحالیه، تو تخصص خودش بسیار حرفه‌ایه. حساب کن یه عالمه مثل این مجید وجود دارن که اصلا نمیدونه جریان چیه، یه چیزی به گوشش خورده ولی دوست داره نظر بده. احساس میکنه اگر نظر بده دیده میشه، احساس میکنه اگر نظر بده همه میگن چقدر تو مهمی، چقدر تیزی، چقدر باحالی. و همه اینا بدبختی های این اینستاگرامیه که هممون هم داریم ازش نون میخوریم، هممون هم به واسطه این خیلی حرفا رو میزنیم. ولی حرفا 80-90 درصدش به نظر من حرفایی که حرفای درستی نیست. و کسایی که حرفای درست میزنن، کسایی که حرفشون جنجالی نیست ولی حرف درستیه، متاسفانه طرفدار ندارن و کسی حرفاشون گوش نمیکنه.